خط فقر به 10 میلیون تومان رسید. این مطلب رو حمیدرضا امام قلی تبار بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران گفته. او گفته خط فقر در جامعه برای یک خانوار 4 نفری به 10 میلیون تومان رسیده و گفته بسیاری از کارگران توان خرید گوشی موبایل برای ادامه تحصیل فرزندانشان رو ندارند و گفته است که با دریافت خوشبینانه حقوق ماهیانه 3 میلیون تومان به راحتی میتوان اثبات نمود که کارگران در فقر مطلق به سر میبرند، بیش از نیمی از جمعیت کشور ما، به گفته ایشون. همه این موضوعات موجب شده که آقای علی اصلانی هم که عضو هیئت مدیره کانون عالی شورای اسلامی کار هست بگوید حقوق ماهانه یک کارگر در کمتر از 10 روز تمام می شود. او گفته کارگران گوش که هیچ، پنیر هم نمی توانند بخرند. او گفته هیچ سالی به اندازه امسال برای کارگران سخت نبوده. مجموعه این گفتارها در مورد کارگران موجب شده که خانم دکتر شیرین نوری سرمقاله فردای روزنامه رو اختصاص بده به این موضوع و عنوان بده که کارگران را به امان خدا نگذارید. خانم شیرین نوری در سرمقاله فردای روزنامه نوشتند فراموش نکنیم که به روز کردن حداقل دستمزد که در همه جای جهان صورت میگیرد افزایش دستمزد نیست، چرا که افزایش دستمزد وقتی معنا دارد که علاوه بر محاسبه تورم مزد هم بالا برود و اگر بخواهیم قدرت خرید کارگران را در سال 99 بررسی کنیم حقوقی که کارگران در سال 99 میگیرند معادل حقوقی نیست که حتی در سال 57 میگرفتند. بنابراین هر چه زودتر باید به داد دل کارگران رسید و نباید آنها را به امان خدا رها کرد. اما جای شگفتی داره که آقای محمد باقر نوبخت که خودش مسئول هست و معاون رئیس جمهور هم هست میگوید بسیاری از خانواده ها چند بیکار دارن، بیکاری در خانواده ها هست، به جایی که بگوید ما برنامه داریم برای اشتغال این بیکارانی که خیلی از خانواده ها جوانانشون، دختران و پسرانشون بیکار در خانه ماندن. با این وجود ما در استان هامون در تهران 500 هزار، یعنی حدود 500 میلیون افغانی داریم که مشغول کار هستند و در استان خراسان رضوی هم 300 هزار تا 500 هزار افغانی یا افغانستانی مشغول کار هستند. در استانهای اصفهان، کرمان و فارس هم بین 200 هزار تا 400 هزار افغانستانی مشغول کار هستند. تعداد قابل توجهی است. البته هیچ ایرادی نداره که از کشورهای دیگر کسانی مهاجرت بکنن و مشغول کار بشن در ایران، اما مسئولان باید به فکر بیکاری کارگران، به حقوق کم کارگران ایرانی هم باشند. غیر از این عیسی منصوری معاون وزیر کار هم آمار تلخی از کارگران و کسانی که مشغول کار هستن رو داده. گفته 6 میلیون نفر در کشور از کرونا آسیب دیدن و حدود 1.5 میلیون نفر در مشاغل به علت کرونا ریزش کردند، یعنی بیکار شدن در واقع. اما در این وسط این آقای محمود محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی که حرفای زیادی در مورد تسهیلات مسکن داده بود پیش از این، امروز هم یک چیزایی گفته که خبر خوب میتوان اون رو عنوان داد در صورتی که این خبر تحقق پیدا بکنه. ایشون گفته به زودی فاز اول ساخت مسکن کارگران و بازنشستگان کلنگزنی خواهد شد و خبرهای خوبی برای این قشر در راه است و حمایتهای ویژه‌ای خواهند شد، یعنی کارگرانی که فاقد مسکن هستند برای اونها خبرهای خوبی رو داره. امیدواریم اینطور باشه، با این وضعیتی که کارگران دارن با مسکنشون بتونن
جبران بکنن. تاکسی هوایی هم به زودی در همین ماه یعنی مشغول کار میشه و با هواپیمایی که 4 تا 19 نفر میتونن سرنشین داشته باشن آمد و شد میکنن ما بین فرودگاهی که کم تردد هم هستن در حال حاضر. تولید سیگار هم در 5 ماه اول امسال 12.4% کاهش پیدا کرده، اما صادراتش 184% افزایش پیدا کرده. بیچاره سیگاری ها که باید قیمت بالایی بابت سیگار پرداخت بکنن. و اما وزارت امور خارجه ما 200 ساله شده و از نشان و پرچم وزارت امور خارجه در آستانه همین 200 سال دیروز نه پریروز رونمایی شده در تهران. به دنبال احضار سفیر ایران در لندن، سفیر ایران در پاریس هم به وزارت خارجه فرانسه احضار شده. وزارت خارجه فرانسه دلیل احضار را نقض حقوق بشر در ایران اعلام کرده. و به دنبال اینها باید اشاره بکنیم به درگذشت یکی از کسانی که در سایه تأثیر بسیاری در ظهور انقلاب جمهوری اسلامی داشته، آقای محمد جواد رفیق دوست، که هیچ نسبتی ممکنه نداشته باشه با آقای محسن رفیق دوست. آقای محمد جواد رفیق دوست یکی از بنیانگذاران حزب مؤتلفه بوده و یکی از کسانی بوده که مدرسه رفاه رو با آقای آیت الله بهشتی و محمد جواد باهنر تأسیس کرده که بسیاری از کادرهای جمهوری اسلامی در اونجا تحصیل کردند. و حزب مؤتلفه هم تأثیرات او در بنیانگذاریش بسیار بالا بوده. او در کنار افراد دیگر حزب مؤتلفه مثل حاج مهدی عراقی، مثل حبیب الله عسکر اولادی و دیگران نقش بسزایی داشته در شکل گیری انقلاب اسلامی. اما در اوضاع جهانی نماینده آمریکا گفته یک کشور دیگر ظرف 2 روز آتی توافق صلح با اسرائیل را امضا میکنه. نماینده آمریکا در سازمان ملل این رو گفته. و آمریکا گفته، قطر هم اعلام کرده که در صورتی که آمریکا محاصره قطر رو کاری بکنه که کشورهای عربی پایان بدن، قطر هم با تل آویو سازش میکنه و اگر اتفاق بیفته خیلی دیگه کار تمام در خلیج فارس ما. و خبرگزاری هم گفتن اسرائیل و سودان هم به سوی عادی سازی روابط پیش میرود و گفته شده که آمریکا 2 فرد و 4 نهاد را به فهرست تحریم ها علیه جمهوری اسلامی اضافه کرده.